خب تو سه ویدیو قبلی درباره استفاده از مکمل ها و دلایل اصلی استفاده از مکمل ها باهاتون صحبت کردم، اشاره شد که مکمل ها به عنوان تکمیل کننده غذایی هستن و هرگز نمیتونن جایگزین غذای اصلی ما باشن. 10 تا دلیل اصلی رو بهتون گفتم که چرا اصلا ما مکمل مصرف میکنیم. اگه یادتون باشه دلیل شماره 1 جذب مواد غذایی بود، یکی از دلایلی که چرا مکمل استفاده میکنیم، و بهتون گفتم که تو ویدیو بعدی میخوام درباره این بیشتر توضیح بدم. توی این ویدیو یه سری سوالای کلی رو باز هم جواب میدم و اینکه اصلا مصرف چه مکمل هایی برای ما ضروری هستش، با این فرض که الان ما میدونیم بله باید مکمل استفاده بکنیم. خب هیچ دستورالعمل اصلی و کلی برای اینکه چه مکمل هایی استفاده بکنیم وجود نداره. چرا؟ چون که همه ما افراد با هم دیگه فرق میکنیم، نیازهای بدنی ما با هم مختلف هستش، میزانه کاری که انجام میدیم، فعالیت بدنی و یا نوع کاری که میکنیم، کار فکری هست بیشتر کار بدنی هست، و نوع ورزش هایی که انجام میدیم، هدف ورزشی خاصی که داریم، سابقه بیماری هایی که داریم، اینکه زن هستیم یا مرد، تو چه سنی هستیم، و کلا از نظرمون درباره سلامتی و تناسب اندام چی هست، تا چه حد برامون مهم هست که سلامت باشیم، سلامتی رو چطور معنا میکنیم برای خودمون. همه این عوامل میتونن که مؤثر باشن برای اینکه ما چه مکملی رو استفاده بکنیم. پس هیچ دستورالعمل کلی برای اینکه من به شما بگم که اینو 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 باید هممون استفاده بکنیم هرگز وجود نداره. بعد اینکه علائم فقر غذایی، ولی دوباره یه مسئله بسیار کلی هستش که من با اطمینان خاطر میتونم بهتون بگم که بر اساس مسائلی که قبلا باهاتون صحبت کردم، بیش از 90% مردم حداقل با یک فقر با کمبود و فقر مواد غذایی حداقل یک مورد روبرو هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر مردمی که شما میبینین علائم خاصی مثل سردرد، افسردگی، بعد ضعف و بیحالی که خیلی شایع هستش بین مردم، کمی انرژی، بعد سستی، دیگه مشکلات پوستی، مشکلات ریزش مو، مشکلات ناخون که خیلی متداول هستش، مشکلات دستگاه گوارش، اما اقسام الرژی های غذایی و بیماری آسم، اینا تمام عواملی هست که به ما نشون میده که ما دچار فقر غذایی هستیم. پوکی استخوان به خصوص بین خانم و خانمایی که سنشون بالای 40 یا 50 سال هستش. و بعد اینکه خب حالا با تمام این صحبت هایی که کردیم با فقر غذایی و اینکه مطمئن هستیم که خیلی از ما به ویتامین و مکمل های غذایی لازم داریم، عده ای از ما هم هستیم که خوب غذا میخوریم، خوب هم ورزش میکنیم، ولی هنوز سرحال نیستیم، هنوز یکی از این کمبودهایی رو که بهتون گفتم داریم. مثلا کمبود آهن داریم، کمبود ویتامین دی داریم، کمبود ویتامین های بی، و از خودمون میپرسیم که چرا، علت چیه. علتش اگه یادتون باشه تو ویدیوی شماره 3 درباره دلایل استفاده از مکمل هایی که باهاتون صحبت کردم گفتم که ما مشکل جذب مواد غذایی داریم. حالا اینو میخوام یکم بیشتر بهتون توضیح بدم. ببینید غذایی که ما میخوریم یا مکمل هایی که مصرف میکنیم، حالا به هر حال مسئله هضم و جذب غذا از دهان شروع میشه، از زمانی که غذا به بدن ما ورود پیدا میکنه و تا زمانی که مواد زائد و سمی از بدن ما خارج میشه. این پروسه‌ای هستش که از یه جایی شروع میشه و تا یه جایی ختم میشه، و این مسئله هضم و جذب غذا واقعا مسئله پیچیده‌ای هستش که خیلی خیلی از مسائلی رو که ما داریم میتونه که تحت تاثیر قرار بده. من با هیچ کدوم اینا فعلا کاری ندارم، همون اتفاقاتی که توی معده ما داره میفته، یعنی جایی که اسید معده ترشح میشه و یا شیره معده ترشح میشه و میخواد که غذا رو گوارده بکنه و به سلولا بفرسته، سلولا جذب کنن تا ما اون انرژی کافی و لازم رو برای حیات و برای سلامتیمون داشته باشیم. خب یکی از موادی که توی این شیره معده هست که روی غده هایی که روی دیواره معده هستن اثر اون این شیره ترشح میشه، یه ماده شیمیایی به نام HCl یا اسید هیدروکلوریک هست که ترشح میشه.
من به طور خلاصه همین HCL رو بهتون میگم، اسم HCL رو بهتون میگم. HCL یک ماده شیمیایی هست که برای جذب مواد غذایی تو بدن ما و خیلی دیگه از عملیات شیمیایی، فعالیت شیمیایی که تو بدن انجام میشه لازمه. اگر میزان این HCL به اندازه کافی نباشه، بدن ما دچار اختلاله. یعنی ما هر چقدر خوب غذا بخوریم و هر چقدر ویتامین مصرف بکنیم، هنوز همون مشکلات و علائم خاصی رو که بهتون اشاره گفتم میتونیم داشته باشیم، به اضافه یه سری عوامل و علائم دیگه که حالا ما دیگه نمیخوایم زیاد وارد جزئیات بشیم. پس قبل از اینکه شما بخواید که سراغ مواد ارگانیک برین، میوه خوب بخورین، غذای خوب بخورین، گوشت ارگانیک بخورین و مکمل‌های گران قیمت مصرف بکنین، اصلا کلا باید ببینید که اسید معده شما به اندازه کافی ترشح باشه یا نه. بعد اتفاقاتی که میفته زمانی که اسید معده کم هستش، من دوباره چند تا از اون اتفاقاتی رو که میفته و علائمی رو که میتونه شما رو به این فکر بندازه که اسید معده شما هم احتمالاً کم هست بهشون اشاره میکنم. معمولاً نفخ معده و بازگشت اسید، ریفلکس اسید هست که خیلی از مردم با این مواجه هستن. بعد سردرد و بیحالی و مشکلات پوستی، دوباره لایه لایه شدن ناخن‌ها، زخم شدن ناخن‌ها، بازم اولم بهش اشاره کردم. اینا تمام مسائلی هستش که میتونه ما رو به فکر بندازه که اسید معده ما کمه. به طور کلی جذب 8 ماده حیاتی تو بدن ما میتونه که دچار اختلال بشه اگر اسید معده ما کم باشه. چیا هستن این مواد؟ کلسیوم هست، ویتامین B9، B12، ویتامین C، بتا کاروتین، مگنزیم، آهن، روی. اینا جز مواد اصلی هستن که برای حیات و سلامتی ما لازمه. جذب 2 آنتی اکسیدانت بسیار قوی در بدن که برای جلوگیری از تخریب سلولی و جوان موندن ما و رشد و ترمیم سلولامون لازم هستش، ویتامین A و ویتامین E. اینو با اختلال مواجه میکنه اگر اسید معده به اندازه کافی نباشه. و روی فعالیت آنزیم ها و هورمون های بدن ما به شدت تاثیر میذاره وقتی اسید معده به اندازه کافی نباشه. تجزیه پروتئین به واحدهای سازندش، یعنی همون واحدهای اسیدهای امینه که پروتئین باید به اونا تجزیه بشه تا اینکه بتونه قابل جذب برای سلولهای بدن ما، به خصوص برای سلولهای عضلانیمون. اگر که HCL به اندازه کافی نداشته باشیم، پروتئین به طور کامل نمیتونه تجزیه به واحدهای سازندش بشه. و دیگه اینکه تجمع باکتری های بد و انگل ها در محیط روده، باز هم این میتونه که یکی از دلایل کمبود HCL توی معده ما باشه. و اینا به طور کلی روی سلامت عمومی و تناسب اندام ما تاثیر میذاره. صحبت کردن درباره هر یک کدوم از اینایی که بهتون گفتم، اینا باز هم میتونه که یه دونه موضوع صحبت باشه که ساعت‌ها بشه درباره صحبت کرد یا تحقیق کرد. به هر حال من اشاره میکنم به اینا، کسایی که واقعا به سلامتشون اهمیت میدن و دوست دارن که سلامت‌تر باشن، به خصوص با مسئله تخریب سلولی، با مسئله پیری و کمبود انرژی، با اینا مبارزه بکنن، سلامت‌تر باشن و از زندگیشون بیشتر لذت ببرن، به هر حال میتونن که بیشتر تحقیق بکنن. اگر خواستن با من در تماس باشن، من حتما خوشحال میشم که جواب سوالات شما رو بدم تا اونجایی که بلد باشم. بعد حالا میایم که با این فرض که HCL هم به اندازه کافی تو بدن ما ترشح میشه، بعد ما مواظب غذا خوردنمون هم هستیم، ورزش هم خوب میکنیم، حالا میخوایم بدونیم که اصلا کلا چی بخوریم، چه مکملهایی برای ما خوبه قبل از اینکه میخوایم ورزش بکنیم. قبل از ورزش ازتون خواهش میکنم که حتما غذا بخوریم و بیاییم ورزش بکنیم. نه اینکه حتما چند لحظه قبل از اینکه بیاییم ورزش بکنیم یه غذای سنگین بخوریم و نه اینکه گرسنه باشیم. 2 ساعت تا 3 ساعت قبل از اینکه میخوایم ورزش بکنیم بهترین زمانی هست که شما میتونیم که
غذا بخورین. من زیاد پروتئین شیک رو به شما توصیه نمی کنم قبل از ورزشتون و غذای اصلی خیلی بیشتر به شما انرژی میده. کسایی که با من در ارتباطن، کسایی که با من ورزش میکنن میدونن که من ازشون میخوام همیشه سخت ورزش بکنن، زمانی که اون یک ساعت یا 45 دقیقه. اینکه شما میایین بیحالین، بعد از یک رو ورزش کردن از حال میرین، قد خونتون میاد پایین، سرتون گیج میره، رو زمین ولو میشین، نشون دهنده اینه که شما غذای کافی نخوردین. و دلیل اصلی چیه؟ وقتی میپرسم از دوستانی که با من ورزش میکنن، میگن میخوام من غذا نمیخورم که لاغر بشم. اگه شما غذا نخورین و انرژی نداشته باشین، فقط دارین وقتتون رو تلف میکنین توی باشگاه ورزشی. باید بدن شما انرژی کافی داشته باشه برای اینکه باعث بشه که شما بیشتر چربی بسوزونید، چون که اگر فعالیت ورزشی که انجام میدین به اندازه کافی شدت نداشته باشه، شما رو لاغر نمیکنه. یعنی تنها تأثیری که میتونه رو بدن شما داشته باشه این که بیشتر رو بدن شما استرس وارد میکنه و یعنی که کورتیزول تو بدن شما میزنش بالاتر میره و باز هم این میتونه که هدف چربی سوزی تو بدن شما رو با اختلال مواجه بکنه، شما رو به هدف ورزشیتون نمیرسونه. خواهش میکنم غذا بخورید. غذاتون میتونه شامل پروتئین باشه، مقداری چربیهای مفید، اگر خواستین چند دونه بادوم یا گردو بخورین قبل از ورزشتون، و بعد یه مقدار کربوهیدرات بخورین، نه اینکه نون و پلو، یه بشقاب بزرگ پلو، نمیدونم 7-8 سیب زمینی، بیگل، اینا رو من توصیه نمیکنم، به خصوص برای کسایی که میخوان وزن کم بکنن. اونایی که میخوان وزنشون زیاد بشه، کسایی که بیش از اندازه لاغر هستن، عقیده خوبی هستش که قبل از ورزششون یه کربوهیدرات ساده از نوع نون یا چیزایی که چاق کننده هستش اونا رو بخوان استفاده بکنن. ولی اکثر کسایی که من باشون در ارتباطم میدونم که میخوان چربی بدنشون بیاد پایین و وزن کم بکنن و بدن عضلانی و خوشبوم داشته باشن. خب نوشیدن قهوه خیلی خوبه. قبل از اینکه میخواین ورزش بکنین، حتما میتونین که قهوه بخورین یا چای سبز بخورین. بعد یه سری کپسولایی هستش که اینا عصاره چای سبزه، اونا به خصوص خیلی خوبه، به شما انرژی کافی رو میده، درایو لازم رو میده که وقتی میایین تو سالن ورزش خیلی با شدت هرچی تمومتر ورزش بکنین، 45 دقیقه تا یک ساعت عالی ورزش بکنین. بعد اینا پس عواملی هستش که برای قبل از ورزش. در حینی که ورزش میکنین چی لازم دارین؟ بازم ممکنه خیلیاتون تو سالن ورزش دیده باشین که به خصوص بسیاری از آبسرها آقایون معمولا در زمانی که دارن ورزش میکنن یه چیزایی میخورن، یه سری کپسول میخورن یا مثلا درینک های به خصوص میخورن. من زیاد این نوشیدنی های رنگی مثل گیتورید و انرژیزا که تمامش مواد شیمیایی تو ظرفای پلاستیکی هستش، من به شما توصیه نمیکنم. با اینکه میبینم خیلی عده زیادی از آدم های تو ورزش این کار میکنم و به محض اینکه بیحال میشن میرن معمولا از این همین نوشیدنی ها میخورن. ولی BCAA که اسیدهای امینه هستن، اسیدهای امینه زنجیره‌ای، زیاد من توی جزئیاتش نمیرم، اونا میتونه به شما انرژی کافی بده زمانی که دارین ورزش میکنین، بسیار براتون خوب هستش. بعد اسیدهای امینه‌ای که توسط بدن شما ساخته نمیشه، یعنی 9 تا اسید امینه ضروری هستن که توسط بدن ساخته نمیشه و ما با غذایی و مواد همین مکمل ها وارد بدنمون میکنیم. مهمترینش لوسین، والین و ایزولوسین هستن که از طریق BCAA شما میتونین که اونو تامین بکنین. چرا BCAA میخوریم زمانی که ورزش میکنیم؟ برای اینکه بتونیم انرژی بیشتری داشته باشیم، سخت‌تر بتونیم ورزش بکنیم و زمان ریکاوری برای ما خیلی سریع‌تر هستش، درد و کوفتگی عضلانی کمتر میشه و ما رو آماده میکنه برای سری بعدی ورزشمون که بتونیم بهتر ورزش بکنیم. خب بعد از ورزش چی بخوریم؟ دوباره سوال خیلی از دوستان هستش که میگن بعد از اینکه ورزشمون تموم شد چی بخوریم؟ بعد از اینکه ورزشتون تموم شد، وقتی که شما ماهیچه‌هاتون رو به شدت خسته کردین در طول ورزش، حتما که پروتئین لازم دارین. پروتئین شیک کیس خیلی خوبی هستش بعد از ورزش، به اضافه گلوتامین و گلاسین که دوباره از اسیدهای امینه لازم هستن برای عضلات‌سازی ما و برای اینکه باز هم زمان ریکاوری ساخت عضلات رو سریع‌تر بکنن، خیلی میتونه چویس خوبی باشه. خواهشاً نوشیدنی‌های
محرک بعد از ورزش نخوریم، مثلا نوشابه های الکلی یا قهوه بعد از ورزش زیاد انتخاب خوبی برای شما نیست، چون که دوباره میزان استرس و کورتیزول تو بدن شما بالاتر میبره و میتونه تمام زحمتی که شما در طول ورزش کشیدین اونو به هدر بده. بعد از ورزش شما بدنتون رو قراره که تو حالت استراحت ببرین، پس چیزایی میخورین که بدن شما سطح استرسش بیاد پایین‌تر، کورتیزول بیاد پایین‌تر و بعد اون اتفاقاتی که قراره بیفته برای شما برای هدف تناسب برنامه و سلامتتون اونا تعمیم بشه. بعد یه سوال دیگر هم بهتون جواب میدم و اینکه آیا کلا مصرف مکمل ها میتونه برای ما ضرر داشته باشه؟ به طور قطع بهتون میگم بله، میتونه ضرر داشته باشه. ما تا الان همش صحبت کردیم که چرا مکمل میخوریم و مکمل لازم داریم، ولی مکمل ها میتونن که ضرر هم داشته باشن برای ما. در چه صورت میتونن ضرر داشته باشن؟ در صورت اینکه من ناآگاهانه مکمل استفاده بکنم به خاطر عکس ها و تبلیغات، دوباره عکس دخترها و پسرهای خوشگل با بدنهای عضلانی و عضلات سیکس پک دوباره منو بول بزنه و من بگم که خب چون میخوام شکل اونا بشم باید که مکمل مصرف بکنم. میزان مکمل ها همونطور که من بارها و بارها اشاره کردم بر اساس نیازهای بدنی خاص ما و اون کاری که ما انجام میدیم و هدف سلامتی تناسب اندامیمون بر اون اساس هستش که ما اون رو مصرف میکنیم. و انتخاب ناآگاهانه و صرفا به خاطر تبلیغات و اینکه اگر فلانی این مکمل رو میخوره منم باید اون مکمل رو بخورم، این انتخاب درست و هوشیارانه نیستش و میتونه که برای ما ضررات زیادی داشته باشه. از مهمترین ضررهایی که مکمل ها میتونن داشته باشن، تاثیر بدی که روی قلب میتونن داشته باشن و رسوب توی کلیه، رسوب توی مثانه ما و به طور کلی سلامت عمومی بدن رو میتونن به خطر بندازن. مثلا یه نکته دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم این که اگر بدن من بیش از اندازه لازم ویتامین دی یا آهن داشته باشه به همون اندازه ضرر داره که میتونه کمبود این دوتا عامل حیاتی آهن و ویتامین دی برای من برای سلامتی مضر باشه. پس آزمایش خون که از دکتر خانوادتون میتونین خواهش بکنین که براتون بنویسه، یه سری دیگه از عناصر تو خون ما هستن که معمولا با آزمایش هایی که پزشکای عمومی براتون مینویسن اونا رو در نظر نمیگیرن. اگر بخواین که یه آزمایش تست، یه تست کامل از خونتون بدین و بدونین که چیا رو کم دارین چیا اضافه هست بدنتون، میتونین با من تماس بگیرین و من اون چند تا عامل دیگر رو حتما بهتون میگم که از دکتر خانوادتون بخواین اونا رو اضافه بکنین. معمولا کسایی که تو کانادا هستن توی با کارت اوهیب اون سری اضافه هایی که بهتون میگم اونا معمولا با اوهیب کاور نمیشه، ولی خب میتونین که خودتون اگر که واقعا هدف سلامتی براتون مهم هستش اونو پرداخت بکنین و از دکترتون بخواین که اون عناصر رو هم اضافه بکنن به آزمایش خون شما و شما مطمئن بشین که ببینین که بدن شما الان تحت چه شرایطی هستش، چه مکملایی رو لازم دارین و بعد از یه مدتی که اون مکملا رو استفاده کردین دوباره آزمایش خون بدین و ببینین که آیا واقعا کمبود اونا تو بدنتون جبران شده یا نه. امیدوارم که این 4 تا ویدیویی که درباره مکملای غذایی باهاتون صحبت کردم برای شما مفید حتما بوده باشه. من دوباره این مطالب رو روی وبلاگم هم به شکل نوشتاری میذارم و هم ویدیوهاشو میذارم برای که شما بتونین که دوباره به اونا دسترسی داشته باشین. خواهش میکنم ویدیوهای منو با دوستاتون شیر بکنین، حتما بذارین که دوستای زیادی اطلاعات پیدا بکنم. من میدونم که هنوز مطالبی که به زبان فارسی هستش تو این مورد خیلی کمه، به خاطر همین وقت میذارم و اینا رو ترجمه میکنم و یا از اون چیزایی رو که اطلاعات شخصی خودم و اطلاعات کلی خودم هست سعی میکنم که اونا رو با شما در میون بگذارم. امیدوارم همتون سلامت و خوب باشین و بتونین که به اهداف ورزشیتون هرچه سریعتر نزدیک بشین.